رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. ولی آقای دکتر، من سال هاست که آرزوی اینو دارم که با شما بتونم صحبت کنم و از شما کمک بگیرم، که امروز با خدا صحبت میکردم، میگفتم امروز من میتونم این کار رو انجام بدم، که خدا رو شکر تونستم خلاصه به نتیجه برسم. لطف آقای دارید دکتر من بفرمایید. تشکر میکنم. آقای دکتر، من از یه خانواده 7 نفره هستم، آخرین دختر خانواده هستم، خواهرام بزرگ هستن و 2 برادر بزرگ داشتم که یکیشون فوت کرد. همسرم هم از یه خانواده 5 نفره هستن، 3 خواهر هستن، ببخشید 6 نفر هستن. در واقع من میخوام یه بیوگرافی در من مورد اول خودم به شما بالاخره بدم. نه ببینید، اولا خانواده خیلی از اوقات دوستان پدر و مادر رو میارم، من تعداد فرزندان رو میخوام. بله شما بله آقای شما خواهر چون هستم و خانواده، 3 برادر. عرض کردم نه، چون بسیار از دوستان میگن خانواده 4 نفره، بعد من متوجهم 2 تا هستن پدر و مادر من. خانواده رو رها کنید، تعداد فرزندان، شما فرزند چندمین؟ چون اونو نفرمودید. من 7 هستم. از 7 تا. و همسرتون بله. چندمی هستن از چند تا؟ سوم هستش از 6 تا. اوکی. و هر دو چند سالتونه چون اونو نفرمودید؟ بنده 62 سالمه و همسرم تقریبا 61 سال و حالا اونش مهم. نمیدارم. اوکی. از کجا تلفن میکنید؟ من از فلوریدا تماس میگیرم. چه مدتی از امریکا هستید؟ یه حدود 10 ساله که امریکا هستیم. قبلا جای دیگه بودیم، بعد اومدیم اینجا و هر جا که مشکلات بودید، من نه صبر کنید، هر جا که بودید چه مدتی بودید؟ حدود 10 سال، چندین ماهی که به اینجا آمدیم. نه من نفهم، الان 20 سال خارج از ایران هستید یا 10 ساله؟ نه خیلی، 10 سال. اوکی. برای من بفرمایید که فرزند چی دارید؟ من یک پسر تقریبا 33 ساله و یه دختر تقریبا 38 ساله. بسیار عالی. بفرمایید حالا موضوع و مسئله چه هسته؟ چه مدتی است دقیقا آمدید؟ چند ماه؟ جان، چه مدتی است که آمدید امریکا؟ حدود 10 سال آقای دکتر. آخه شما یه اشاره کردید که یه جای دیگه هم بودید، دیگه کجا بودید غیر از 10 سالی که در امریکا تشریف دارید؟ الی بودم. فرقی نمی کنه الی و فلوریدا که دوتای بیاد کشورن. شما 10 سال امریکا تشریف دارید، آیا 10 سال از ایران هم خارج شدید؟ بله بله. بسیار متوجه شد. همسرتون چی خوندن و یا خود شما به چه می کنید؟ من خانه‌دار هستم، دیپلم دارم و همسرم هم همینطور. من مشکلی که دارم با همسرم مشکل 40 سال است آقای دکتر، نه امروزه، نه دیروزه، نه 10 ساله، نه 20 ساله. مشکل 40 ساله که با شروع یه دوستی برنامه ما شروع شد. 3 سال با هم دوست بودیم، 3 سالی که ایشون سر کار نبودن و من به خاطر حفظ شخصیت ایشون کیفمو میدادم پیش ایشون باشه و دور دیگران زیاد خدشه به شخصیت. من یه سوالی از حضورتون اجازه بدید بکنم، یه خط خشخشی داریم توی تلفن، آیا متاسفانه نمیدونم این چیه. نداشتید قبلا؟ اشکالی نداره. نه متاسفانه. اوکی خب میفرمودید. حالا داستان به 40 سال قبل، الان مسئله و مشکل چه هست؟ مشکل 40 ساله من چیه؟ به طور کلی آقای دکتر، 40 ساله که همسرم داره به من خیانت میکنه و من به عناوین مختلف متوجه شدم، سعی کردم به روش نیارم و تو این 40 ساله ضرباتی که به من خورده، از نظر بدنی، از نظر فیزیکی، از نظر روحی، از نظر جسمی، یکی دوتا نبوده. خب اگر شما حرفتون نصب کنید، حرف شما این است که ایشون 40 سال خیانت بکنه، شما یا باید جدا می شدید یا اگر قبولش کردید و تحمل می کنید یا به خودتون چرا آسیب می زدید، راهاش می کردید هر جور که دلتون می خواد. ولی دلیل نداره که آدم از یه طرف کاری که باید بکنه رو نکنه، بعد کار نباید رو همجوری ادامه بده به خودش آسیب بزنه.
من آقای دکتر چاره ای نداشتم. زمانی که ایران بودم همه کس هم اینجا بودن، زمانی که اومدم اینجا باز نخواستم که کسی رو ناراحت بکنم، با کسی صحبت بکنم. یعنی چی؟ نه حضرت... چه معنی ده؟ نه کسی نگفته کسی رو ناراحت کنید، با کسی صحبت کنید. شما هم میتونستید کمک بیدم، میتونستید جدا بشید. نه من نمیتونستم جدا بشم به خاطر اینکه پشوانه ای نداشتم و من خودم زمانی که ازدواج کردم شاغل بودم، ولی به خاطر اینکه عاشق بچه بودم و ایشون هم اصرار داشتن که دیگه نرم سر کار، کار کنار گذاشتم و وارد کار خانه‌داری شدم و از همون زمان اذیت و آزار، البته از روز اول بود، بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و هنوز هم ادامه داره و واقعا موندم که چی کار باید بکنم. آقای دکتر چی کاری که میتونید بکنید؟ نه آخه ببینید عزیز، شما برای خودتون یه داستان ذهنی میسازید. نمیتونستم جدا بشم و بچه، اولا میتونستید جدا، حالا نشدید، قبول، مثلا بحثی ندارم. حالا خب اهمیت دارید چون میرن هر غلطی میکنن بکنن، چه کارش دارید؟ آخه دکتر از نظر معنوی، از نظر مادی، ایشون جوابگوی کل خانوادهشون تو ایران هستن. الان شما میدین خانواده تو ایران همه چی هم به دلار و اینجا از نظر، نه تنها از نظر مادی معنوی، از نظر مادی هم من تحت فشار هستم و این خیلی، این تضاد ما بین من و خودش و خانوادهش خیلی داره به من عذاب میده. بی خود شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که ایشون اگر 5,000 دلار داره، 4,000 دلار شو میفرسته برای خانواده، فرض رو بر این بگیرید که درآمد ایشون 1,000 دلاره، چرا عذاب میکشید؟ آخه من نمیدونم. ببینید عزیز، شما میگید سرمو میزنم به دیوار درد میگیره، من میگم نزنید، میگید من باید بزنم. آخه ما تو دنیا که نمیتونیم عزیز دوتاشو داشته باشیم، یا تمومش میکنیم یا وقتی تحمل کرد کوشش کنیم کوری کردی لادی. مثل وقتی میریم تو اتاق عمل میگیم ما رو بیهس و بیهوش کنید که درد نکش. شما که نمیدونید من 40 ساله به خاطر خیانتشون، 40 ساله نمیدونم به خاطر اونم مادی معنوی که اصلا من نمیفهم معنوی یعنی چی، درم رنج میکنم. نکشید، پلش کنید، چوش فکر کنید ایشون درآمدش همینه. بعدم شما رفتید خونه دار شدید، بعدم شما دو تا بچه بزرگ داشتید، حداقل اینا یه جایی رسیده که 20 سال هم ای بس از اون زمان گذشته، 15 سال ده. گذشته بچه های شما بودن، میتونستید به اونا تکیه کنید. چرا باید همه اینا رو تحمل کنید؟ متاسفانه به خاطر همین که خب ما زندگی آرومی نداشتیم. بچه هم نه اونجا که باید شاید نتونستن روپای خودشون بایستن و هنوز تکیگاهشون به همین پدره. خب پس بنابراین ببینید، شما نه تنها خودتون موندید و خودتون رو آسیب زدید، موندید دوتا بچه هم از پادر رو بود. دفاعی ندارید عزیز. و بعدم حالا بعد از 40 سال گله و شکایت درباره که ایشون خیانت میکنه، خب فکر کنید ایشون در این نظام چند زنی هست، 5 تا 10 تا زن داره. خب دوگانه که نمیشه بازی کرد عزیز. من که نمیتونم بگم از یه طرف به من یه سوزن بزنید ولی قول بده دردم نیاد. خب نمیشه، سوزن درد داره. یعنی میگین همینجور تحمل کنم؟ من نمیگم همینجور تحمل کنید. شما بی خودی قهر نزنید، نق نزنید، خودتون اذیت نکنید. مثل آدمی میمونه که فرض کنید عزیزش مرده، چاره ای ندارید. شما که به من میگید من هیچ راهی نداشتم و ندارم، چاره ای نداشتم و ندارم، حداقل خودتون اون رو مضاعف نکنید. میفهمم اینا کارهای ساده هی نیست، ولی آخه دوگانگیش رو نمیفهمم عزیز. بعدم خودتون قبول دارید که تازه بچه هم آسیب دیده، برای ایشون کارایی دارن میکنن، مورد اول خیانت، چون 40 سال دارن خیانت. یعنی راهی نیست، شما خودتون فکر میکنید چاره چه؟ هیچ. ما تکلیف اون تو این گونه موارد روشنه. به هر حال هر کاری هزینه هایی داره. شما فرض بفرمایید اگر آغاز که ایشون خیانت کردن رفته بودید چی میشون؟ حمایت نداشتید که نداشتید، بهتر از این وضعیت بود. همون بی حمایتی بالاخره آدم ها دارن، همه زنان یه جوری زندگی میکنن. بیرفتید روزی 16 ساعت کار میکردید، رنج کاره که اینقدر آزاردهنده نبود که خیانت همسرتون بود.
حالا اونا که گذشته، الان واقعا اگه خدمتتون عرض کنم پرسشتون از من چیه، چی میفرمایید؟ همیشه به این امید بودم که قطع میشه، همیشه به این امید بودم که درست میشه، همیشه به این امید بودم که یه سنی ازش میگذره درست میشه. اون فریب، اون دروغه. نه اون فریب، اون دروغه. نه آدم ها با گذشت زمان بدتر میشه. آره ایشون خوب میشن بعد از 90 سالگی. صبر کن یه 30 سال دیگه. آره دیگه 90 سالگی دیگه من قول به شما میدم ایشون دیگه خیانت. صحبت شما اینه که صحبت من این است که بعد از این همه مدت کوری کری لالی، لغت دیگه هم دارم نمیگم، چاره ای نیست عزیز. متشکرم. در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچ و آخر راهی وجود نداره. شما بعد از 40 سال و دوتا بچه و این شهر ولش کنید، رفت که رفت و بعدم پول میفته فکر کنید ندارید، فکر کنید ایشون هم ورشکست شد. برحال اول مواظب خودتون باشید، مواظب هیچ کس دیگه هم نباشید، نگران کسی هم نباشید. متاسفم از اینکه حرفی و راه حلی نرم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. منم همینطور واقعا خوشحال شدم. به خدا میسپارم. متشکرم. خدا نگهدار. مرسی عزیز.